گلدون خوب جایی گذاشتم. دوستان تصویربردار میبینی یه کار تصویربردار اینه که ترکیب تصویرش رو بسنجه و تو این دقیقه آخر من میگه گلدون رو بذاریم و گلدون. خب صبح شما بخیر، بخش دیگه از برنامه صبح بخیر ایرانه، بخشی که فکر کنم جذابتر باشه، جالبتر باشه براتون، چون که حرف از طنزه، حرف از نکات جالبه. و من سلام عرض میکنم به احسان. سلام، چطوری آقای احسان؟ صبح بخیر میگم قربون شما. سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. با اولین بخش از بله آیتم چهره‌های بانشات هفته از امروز در خدمت شما هستم. خب من فقط یه مقدمه توضیح بدم که هر روز هفته رو مدیریت برنامه تقسیم، سردبیری برنامه تقسیم کرده به موضوعات مختلف. روز چهارشنبه دو موضوع حاکم داریم، یکیش روانشناسیه ولی یکیش چهره‌های بانشاته. بله احسان، بیرون که الان دقایقی که خبر پخش میشد ما بیرون منتظر بودیم تا خبر تمام بشه برگردیم استودیو. بیرون یعنی فضای باز، اینجا بالای تپه مشرف بر شهر تهران در حال بارندگی، بارون کم، کوههای ابر گرفته و من میدونم که پشت این کوههای ابر گرفته قله توچال سرد، شاید منهای 5 درجه 10 درجه زیر صفر. و احسان داشت اونجا میلرزید و منم نشسته بودم داشتم یه چای میخوردم، هی میخواست بگه مثلا یه جوری حرفو تموم کنه برگرده استودیو ولی نمیتونست، روش نمیشد. حالا رواش یواش رومون باز میشه بهم دیگه ان شاء الله. خواهش میکنم، سلامت باشیم. عرض کنم که الان شما صحبت از هوای سرد و کوههای برف گرفته و هوای مهالود و اینها کردین، من اولین چهره ای که با نشاطی که برای این هفتمون انتخاب کردم آقای سرگئی لاوروف هست، وزیر از سرزمین سرد. بله، از سرزمین سرد سیبری پر از خرس و ببر آقای پوتین. و عرض کنم که ایشون خب وزیرمون خارجه روسیه هستن، در مذاکرات وین حضور داشتن که خب لابد همه اخبارش رو خوندید، در بخش‌های مختلف خبری دیدین و شنیدین. منتها چیزی که برای خود من جالب بود این بود که آقای لاوروف، خب مذاکرات خیلی فشرده بود، خیلی پیچیده بود، همه از چهارشنبه پنجشنبه جناب دکتر ظریف، خانم اشتون، دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه یک از چهارشنبه پنجشنبه رفته بودن. مذاکرات فشرده، تماس‌های تلفنی روی بالکن من دیدم، آقای ظریف رو خبرنگارا غافلگیر کرده بودن. عکس جالب بود. بله بله. منتها تو این فشردگی و بدو بدو و استرس و خلاصه دردسرهای کار دیپلماسی، آقای لاوروف خیلی متین، موقر، خونسرد، با آرامش. بله، روز یک شنبه سوار هواپیما شدن از مسکو، بله، تشریف آوردن وین و روز دوشنبه هم برگشتن و یه جوری در واقع میشه گفت که از زمان خودشون به نفع احسن استفاده کردن، همه کارهایی که قبلا داشتن در روسیه رو انجام داده بودن. و با حالا بریم یه سری بزنیم ببینیم چه خبره. برگردی دقیقاً منو یاد یه چیز خاصی میندازه، نمیدونم حالا برای شما تداعیگر نکته خاصی هست یا نه، مثلا این دوستانی که تو مثلا دیدین بعضی وقتا میبینین عروسی همه میگن که آقای میلانی کوچر نیومده، دیر کرده، دیر نکرده، میاد نمیاد، یهو یه رو 20 دقیقه مونده به شام سرکله آقای میلانی پیدا میشه و یه راست میره سر میز شام، کباب بره، باقالی پلو، ژله، اینا همه رو میریزه و بعد میاد یه گوشه با کمال خونسردی، آرامش، تسلط غذاشو میل میکنه، تبریکشو میگه و خانواده در روستا اومد و برمیگرده. بعد خیلی خدافظی پررنگ هم نمیکنه. بله، فقط میگردن کجاست. بله، و بعد میگه آخر مراسم من گشتم پیداتون نکردم، یه خدافظی میخواستم بکنم. یه جور حضور نامحسوس داشته و در این حال حضورشون کاملا پررنگ و محسوس بوده. بخاطر همین ما ایشون رو انتخاب کردیم. بله. چهره دومی که به عنوان چهره بانشات این هفته من انتخاب کردم، یک در واقع با یک پرسش شروع میشه، یک علامت سوال، و اون هم این هست که امروز بالاخره آیا وزیر علوم تعیین میشه یا نه. همونطور که مطلعید پنجمین گزینه پیشنهادی جناب آقای دکتر روحانی برای وزارت علوم امروز پیشنهاد شده به مجلس محترم شورای اسلامی، جناب آقای دکتر فرهادی هستن و حالا ان شاءالله که به خیر و خوشی ماجرا ختم بشه و وزیر علوم امروز انتخاب بشه. یک سری از کارشناسان سیاسی این کشمکش هایی که پیش اومده، البته به نظر اونها کشمکش، به نظر ما که کشمکشی نیست واقعا، رو حمله بر یک سری اختلافاتی کردن که با کمال احترام بنده معتقدم که اشتباه میکنن. به هر حال خود شما آقای میلانی لابد دیدین یک خانواده وقتی یک روز صبح جمعه میخوان با هم دیگه یک پیکنیکی برن، پدر خانواده، مادر خانواده، بچه‌ها، یه اختلافاتی وجود داره، پارک لاله بریم، پارک چیتکر بریم، پارک سایی بریم، پارک ملت بریم، جوجه بزنیم، کباب بزنیم، این اختلافات همیشه هست به نظر من و اتفاقا باید اینا رو حمله بر
قرار گرفتن در مسیر تکامل و توسعه و پیشرفت و اینها دونست. جای هیچ گونه نگرانی اصلا حتما. بله. مضاف به اینکه حالا بالاخره کدوم برابر بود با این مثالی که زدید؟ کدوم برابر؟ قیاساتونو میخوام حالا ادامه بدید من دریافت ببینم قیاسات چگونه. نه ببینید خوشبختانه اینکه دیگه از نمایندهای محترم مجلس هم فرمودن که این گزینه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده جزو گزینه‌های خوشخیم پیشنهادی بوده. بله و بنابراین جای بسیار آره خوشبختی و امتنان داره که حتی کار به دارو اینها ان شاء الله نمی‌کشه چه برسه به البته ظاهرا این روزا اخباری میشنویم مبنی بر اینکه ظاهرا چهرهای فرهنگی کشور تو اخبار سرطان ظاهرا یک مقدار بیماریش بیشتر آره یه سری حتی حرف از سونامی سرطان خوشبختان زدن خوشبختانه یه سهمشون خوشخیمه بله بله خدا رو شکر سهمشون خوشخیمن ولی ای کاش مثلا یه سرطان هم نمیگرفتیم بله خواهش میکنم چهره بعدیمون احتمالا شما نشناسید آقای میلانی کاپیتان تیم پرسپولیس آقا درست گفتی قطعا من نمیشناسم عرض کنم کاپیتان تیم پرسپولیس هست در شهرآورد بزرگ پایتخت روز یک شنبه برگزار شد آقای محمد نوری ایشون گل تساوی پرسپولیس رو زد البته من خودم بازی رو ندیدم اونتا میگن استقلال باخت نمیدونم چرا الان وقتی بازی رو نمیبینم آره این اتفاق میفت ولی بگذریم حالا نمیخوایم خیلی راجع به این مسئله صحبت بکنیم منتها آقای نوری وقتی گل زدن اول پیرنش رو در آورد بعد بازوبندش رو در آورد بعد بچه‌ها دیدن که انگار داره اوضاع خطرناک میشه سری دور برشون رو گرفتن اون قائله به خیر و خوشی بله ختم به خیر شد بعد بازی ازش پرسیدن که آقای نوری ماجرا چی بود علتش چی بود فرمودن که شما نمیدونید بازیکن‌ها روز دربی بدن سرشار از آنزیم میشه بدنشون آنزیم های زیادی در بدنشون ترشح میشه که ما رو برد اصلا به اون فضای درس و مدرسه و کلاس زیست شناسی و بعد زیست شناسی سلولی که آنزیم کدوم بود بله البته ما فکر میکردیم هورمون ترشح میشه منتها با صحبت های نه اون درسایی که شما خوندید فرق میکنه بله بله آنزیم وظیفه تسریع آنچه که درون وجود دارد رو بر عهده داره دقیقاً همینه ما اشتباه میکردیم ایشون درونشون وجود داشته اونها با توضیح آقای نوری در واقع ما از اشتباه خارج شدیم بعد گفته که محمد نوری گفته که خیلی هم فکر کرده قبل بازی که یک شادی بعد از گل خلاقانه و منحصر به فرد رو طراحی کنیم که خب در نهایت به این خط شده ما همینجا ازش تشکر میکنیم ولی نظرم یک کوچولو اگر که خلاقیت کنترل شده تر باشه به هر حال عاقبت خوشی شاید نداشته باشه همین کارهای کلاسیک کارهای سنتی که مثلا نعره میزنن به سینه‌شون میکوبن یه وقت دیدین فرار میکنن همه دنبالشون میدونن که یا اون بنده خدایی که معمولا 4 5 نفر روش سوار میشه آره دقیقاً اینا به نظر من جواب داده و خیلی لزومی نداره که ما این کمرش مشکل دار نمیشه نمیدونم واقعا هر چی که باشگاه میگیره در واقع باید خرج دوا درمون اندش بکنه انگار چهره بعدی که انتخاب شده به عنوان چهره بانشات هفته گذشته ما سرکار خانم لاله افتخاری هستن دبیر محترم کمیسیون فرهنگی مجلس که همین جمعه‌ای که گذشت در برنامه هفت به همراه جناب صدرعاملی در یک مناظره شرکت داشتن و در کمال صداقت و صراحت و شجاعت و بدون هیچ گونه پنهانکاری فرمودن که خیلی اهل فیلم دیدن نیستن خیلی فیلم نمی‌بینن و در عین حال نامه‌ای که درش از وزارت ارشاد ساخت خواسته شده که جلوی نمایش 8 فیلم رو که در نوبت اکران امسال بوده بگیرن رو امضا کردن. بعد از صحبت‌های ایشون یک موجی از مخالفت در رسانه‌ها و منتقدین ایشون به راه افتاد که یعنی چی چطور ممکنه آدم ندیده در مورد یک فیلم تصمیم بگیره؟ اصلا چطور دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس فیلم نمی‌بینه؟ آیا این درسته؟ آیا جای تأسف نیست؟ آیا جای نگرانی نیست؟ خدمت این دوستان باید عرض بکنیم که نه نیست. اولا به نظر من یه نفس عمیق بکشن قرار عصبانی نباشن یه لیوان آب بخورن یه لقه قدم عقبتر بایستن و واقعا به نظر من جای نگرانی نیست به خاطر اینکه ما الان در عصر تکنولوژی و فناوری هستیم الان شما حتما میدونید که بشر به جای رسیده که کاوشگر بدون سرنشین میفرسته به سیاره مریخ عکس برداری میکنه نمونه برداری میکنه عکساشو میفرسته غذاشو میخوره کارشو میکنه جاش هم جمع میکنه برمیگرده اینجا بدون هیچ گونه سرنشینی یه مسئله کمیسیون هم میتونه قطعا بله قطعا میتونه کمیسیون فرهنگی بله چرا که نه امور فرهنگی دقیقاً چرا که نه بله. به خصوص اینکه الان بحث میشه فیلم تکستش کرد میشه بله. تکست رو پی دی افش کرد میشه من... پی دی افش رو بله. میلش کرد مثلا من یادم ما بچه که بودیم یه وقتای برق میرفت موقع اوشین و اینها برمیگشتیم مدرسه اونایی که برقشون نرفته بود تعریف میکردن برامون که اینطوری شد اینجوری شد ریاضو بهش اینو گفت و به نظر من هیچ مشکلی نداره درک کردید هیچ فرق نمیکنه هیچ فرق الان قضاوت میتونی در مورد اوشین بکنیم دقیقاً همینطوره حتما خیلی بله. بله. خب عرض کنم که مسئله بعدی شروعش راستش خیلی مسئله خوشایندی نیست
لابد میدونید که هفته گذشته چند نفر از هنرمندای جوان ما از دنیا رفتن متاسفانه، و این یک موجی از اندوه و ناراحتی در بین بخش‌های از مردم ایجاد کرد. از اون طرف یک سری در واقع ستاره‌های سینمایی و چهره‌های فرهنگی کشورمون در صفحه‌های شخصشون در شبکه‌های اجتماعی گفتن که ما خیلی هنرمندا رو نمی‌شناختیم، با آثارشون آشنایی نداشتیم و ظاهراً اونجور که باید و شاید ابراز تأسف و تعلم نکرده بودن، و این خیلی باعث ناراحتیه طرفدارای اون هنرمندا. والا من خورده بگیرید بر اونها؟ نه من اصلا من نمیخوام وارد این بحث بشم که کی درست میگه کی اشتباه میکنه، اینا به نظر من به ما خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه. من تو از اونجا که ما تو این بخش قصدمون واقعا وصل کردن نه برای فصل کردن آمده ایم، فکر کردم که میشه از مهندسان نرم افزاری مملکت خواهش ما اینجا بکنیم که یک نمونه رو طراحی کنن از آگهی های ترحیم و تسلیت و در واقع سوگواری آماده، که این خودش بیاد در بین اخبار جستجو بکنه اگر خدای نکرده. اتوماتیک بله اگر بذارن تو وب پیج خودشون. بله اگر خدای نکرده هر فوتی رخ داده بود بله. این یه صفحه سیاه. بله حالا سه روز هفت روز به میزان کافی داخل صفحهشون بمونه. خیلی میشه نبوغ به کار برد، میشه به تعداد تواتر خبرایی که به کار برد این تعداد روزای اتوماتیک ظاهر بودن اینم کم زیاد کرد. دقیقاً آفرین. یعنی بر اساس ببین یه پدیده وجود داره تو وب به اسم RSS که خبر میده، مثلا خبر رو جمع میکنه به یه کسی میفرسته. خب میشه یه آره غم اس مثلا. بله آفرین. آره خیلی عالیه واقعا، میتونیم به عنوان یک فناوری بومی شنادتون بجاز. بله حتما اجرا میشه. بله خواهش میکنم. مسئله بعدی چهره بانشات بعدی، من راستش کلمش رو تا همین دیروز هم نشنیدم. چی؟ کلمش رو انتحال هست، که من اول فکر میکردم به انتحار مربوطه ولی دیدم که نه نیست. بعد فکر کردم شاید به یک سری اختلالات گوارشی مثلا مربوط باشه، ولی به اونم نبود. فکر کردم شاید مثلا از ریشه نحل و زنبور و اینا میاد، شاید به کندو و زنبور اصلا. نه به اینم حتی مربوط نبود. در واقع تو فرهنگ ما این که نگاه کردم دیدم معنیش هست به خیش دست در دیگری دست بردن، که چی؟ در دیگری دست بردن، به فکر دیگری دست بردن، که بازم اینم برای من سوال بود که این چی. ماجرا این بوده که یکی از اساتید محترم یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، به تازگی یک اخباری از ایشون منتشر شده، درباره ایشون منتشر شده، که هم رساله دکتراشون که در انگلستان ازش دفاع کردن، هم یک سری کتبی که به زبان انگلیسی منتشر کردن، قبلا یک کلماتی، جملاتی، فصولی از همین رساله ها و کتاب ها قبلا جای دیگه منتشر شده بوده. کپی پیست شده؟ نه نمیدونم واقعا آقای میلانی، واقعا نمیدونم، این خودش جای سوال داره. و دانشکده محترم ایشون هم که با ایشون مکاتبه کردن برای فرصت مطالعاتی در کانادا هستن، که خود این نشون میده از هر فرصتی برای کسب علم و دانش و پژوهش و تحقیق دارن استفاده میکنن. ارتباط برقرار کردن، جوابی ندادن، ظاهرا هنوز خیلی گرفتار تحقیق و پژوهش هستن. یک سری از همین این استاد محترم الان توی کشور دیگه ای هستن، دارن از فرصت مطالعاتی استفاده میکنن. عکس خونش نیومده؟ من ندیدم راستش. من هنوز معمولا اینجوری موارد عکس خونه میاد. اتفاقا تو در کانادا هم هستن ولی نمیدونم، شاید هم همسایه باشن، خدا میدونه. منتها رسانه ها خیلی حمله کردن بهشون، هر وقت سرقت علمی زدن، دستبرد فکری، مقاله سازی، مدرک گرایی، علم فروشی، که به نظر من نه 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 بجاست. ببینی اصلا روایند فرایند دانش و تحقیق خیلی ساده است. کنترل آ. بله. کنترل سی دیگه چی؟ کنترل وی. کنترل وی نه بله. یکی مونده کنترل پی. چرا کنترل بی؟ که پرینت بکنی ببری بدی دیگه آخرش. بله بله من فکر کنم برای این شاید این استاد عزیز جزء دوستداران محیط زیست باشه دیگه، از نسخه های الکترونیکی استفاده کنه، سراغ نسخه های اینترنتی نره. و چهره آخر این هفتمون هم جناب آقای رجب طیب اردوغان هستند، رئیس جمهور محترم کشور ترکیه. ایشون در یک اظهار نظری اخیرا فرمودن که خانوم ها با آقایون مساوی نیستند و نباید توقع حقوق مساوی داشته باشن. حالا اینا تو چه شرایطی گفتن؟ من نمیدونم واقعا آقای میلانی، برای من خودم بهتر بگیم با چه جرأتی گفتن واقعا. حالا من وارد چند و چون عواقب این حرفش نمیشم، خود خانم اردوغان میدونن و ایشون حالا میخوان همسایه‌ها میفهمن. بله تو مایکروویو ممکنه ایشونو بذارن، میخوان گریل کنن دیگه. عواقبش رو میگم، همسایه‌ها زودتر از ما میفهمن. بله منتها بعد دیگه فرصت نداری که این بنده خدا رو تو از مایکروویو در بیاری، که مجله برنامه تموم شد. یه چیز کوتاهی که فقط برام بگم، اون حسن ختام جالب بود برای من، این بود که مسئولین کشورهای خارجی وقتی که به قدرت میرسن دلشون میخواد در هر حوزه‌ای که در تخصصشون نیست اظهار نظر کنن. اینم یکیشه. ولی برای ما خوشبختانه اینجوری نیست و مسئولین ما بعضن در حوزه تخصصی خودشون هم صحبت نمی‌کنن، چه برسه به حوزه‌های غیر تخصصی. خیلی ممنون. واسه دیگه برنامه‌مون رو در خدمت دوستان هستیم و من با شما هنوز کار دارم. خدمت شما. سلام. ببینید.